چطوری بچه ها، خوش اومدین به ویدیو جدید سان کیارشی و امروز قراره با هم دیگه داستان به وجود اومدن خوشمزه ترین نوشیدنی دنیا یعنی نوشابه کوکاکولا رو با هم دیگه ببینیم. یعنی چی؟ یعنی قراره ببینیم که اصلا نوشابه کوکاکولا از کجا اومده و اصلا چی شد که نوشابه کوکاکولا ساخته شد. یه نکته جالب بخوام بهت بگم، یه شایعه راجع به نوشابه کوکاکولا هست که میگه داخل فرمول سری کوکاکولا یک نوع ماده اعتیادآوره که هر کس میخوره معتاد این نوشابه میشه. به نظر تو این ادعا راسته یا نه؟ واقعا نوشابه کوکاکولا اعتیادآوره؟ قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو رو همین الان لایک کن و کانال منو هم سابسکرایب کن. حالا که هم لایک کردی هم سابسکرایب کردی، زنگوله نوتیفم بزن تا هر موقع ویدیو جدید گذاشتم اولین نفر خبر داشی و بیا ببینی. پس بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. خب بریم ببینیم نوشابه کوکاکولا چه جوری درست میشه. اینم گفت. چه خفن. ببین اینو من قبلا هم شنیده بودم، نمیدونم شما هم شنیدید یا نه. اگه شنیدید حتما تو کامنت ها بهم بگید. میگن که از دستور اصلی نوشابه کوکاکولا فقط 2 یا 3 نفر خبر دارن که کجاست و توی یک گاف صندوق ازش مراقبت میشه و میگن سالها پیش دزدیده شده بود ولی بعد پس گرفته شده بود. یه همچی چیزای شنیده بودم و میگن توی دستور اصلی کوکاکولا یک نوع ماده است که هیچ کس خبر نداره که شما رو معتاد به اون نوشابه یعنی کوکاکولا میکنه. نمیدونم چقدر درستی یا نه، ولی نمیدونم شما وقتی نوشابه میخورید دلتون میخواد بیشتر بخورید یا نه. اینو حتما تو کامنت ها بهم بگید آیا درسته یا نه. اینم گفت خیلی جالبه، آب گازدار ماده بعدی نوشابه کوکاکولا که میگه یک مزه فوق العاده بهش میده. They are loading the entire material into further chambers for mixing and pouring it through pipes. بعد از اینکه حل کردن اون دو تا مواد رو میریزن تو مخزن‌های همزن مخصوص که اینا رو با هم دیگه قاطی کنن. A bunch of robots and advanced machines to gather up the bottles and unwind them for lining up in proper form. And you know what? Coca-Cola in its early days was marketed as a remedy for headaches and hangovers. چه جالب، کوکاکولا اولش داروی سردرد بوده و ضد خماری. چه عجیب. پس شاید واقعا یه چیزی داخلش هست. چقدر خوشگله شیشه‌اش. اینی که ما تو ایران میخوریم نوشابه کوکاکولا اصلی نیستا، یعنی خود ایران تولید میکنه حالا به اسم برند اونا. چیزی که من شنیدم و خوندم تو ریویو ها نوشابه اصلی کوکاکولا طعم فوق‌العاده‌ای داره. ما که میخوریم قنده آدامز خرسیه. And the reason why you feel refreshed while grabbing that shiny cleaned bottle is because they take bath regularly. یکی از دلایلی که اینقدر طعم جالب و خوبی داره به خاطر اون نوع شیشه‌ایه که درست میکنن و مدام هم داره با آب خنک میشه این نوشابه. چی جالب. In its first year when Coca-Cola was introduced in a jug, for the whole year they would be able to sell 9 glasses per day. And now چه جالب. میگه سال اولی که کوکاکولا عرضه شد داخل یه کوزه بوده و 9 تا بطری میفروخته. اصلا مگه میشه 9 تا دونه بطری به؟ البته چرا دیگه، کسب و کاری که تازه شروع میشه طبیعیه که هیچ از خبر نداشته باشه ازش، ولی 9 تا بطری بوده و الان در هر دقیقه 200,000 بطری میفروشه. هر دقیقه، یعنی از الانی که تا 1 دقیقه دیگه ویدیو رو میبینی 200,000 تا بطری دیگه میفروشه. چه عجیب. ببین هیچ وقت جان نزنید، همیشه تلاش کنید. چقدر خفن، از 9 تا بطری به دقیقه 200,000 بطری. خیلی عجیب. All these bottles are being stacked up to be wrapped in cardboard boxes and then in clear plastic sheets. چرا شیشه ای مگه بطری هم تولید نمی‌کنن اونوری؟ این نوشابه زیروه. نوشابه مثلا رژیمی، هرچند میگم اینم مزخرفه، فرقی نداره، همش یه آشغاله، ولی خیلی جالبه. When it comes to enjoying your favorite fizzy beverage, nothing beats the convenience and coolness of a Coke tin can. چه بطری‌های قشنگی داره. این کدوم مدل کوکاکولای کسی میدونه؟ من تا حالا همچین کوکاکولای ندیدم، فقط زیرو که قرمز و مشکی این آبی رنگ داشت. These nozzles are the best and most satisfying thing I've ever seen. How beautifully they fill our cans with our favorite beverages. And trust me, every packaging tastes different. Next time, try it.
گوینده این ویدیو میگه که هر دونه از بطری‌هاش یه مزه میده. اگه میگید نه، برید چند تا دونه بخرید و امتحان کنید. And they're my favorite too. I mean, I don't get why I always choose a tin can over a plastic bottle. You know, during World War II, Coca-Cola played a role in the war effort. The company provided the جنگ جهانی دوم هم بوده. برای سربازای آمریکایی نوشابه کوکاکولا میرفته تو شیشه های مخصوص خودشون برای که بتونن بجنگن. وات؟ نوشابه میخواد چیکار توی جنگ؟ نکنه واقعا چیزی توش بوده که اینا مست و ملنگ میشدن. کوکاکولا توی بیش از 200 میلیون کشور داره نوشابه میفروشه. چقدر جالب. 200 کشور نوشابه یکونیم لیتری، چیزی که ما همیشه با غذا همون میخوریم. کدوماتون اینجا همیشه باید نوشابه سر سفراتون باشه؟ من خدا این نوشابه هم با بعضی از چیزا حال میده. دوغ مثلا با کباب. این نوشابه معروفشه دیگه، بسته‌بندی معروف کوکاکولا میشه همین قرمز مشکی فوق این ترکیب رنگ جذاب. People have found unique and sometimes peculiar combinations that somehow work like magic with a Coke and بعضی از آدم ها با چیزهای مختلف میخورن، بعضی نوشابه رو با خیارشور میخورن، بعضی با کره بادام زمینی. اه تصورش هم عجیب غریبه. Special protocol for These coverings are being gathered and piled up in the machine to create some new magic around the world. These hard cardboard are going to be molded and then stapled over the bunch of bottles for easily carrying them around. کاورای خفنی. او اینا برای بسته‌بندی‌هاشونه. یه لحظه واسید. خدایی بسته‌بندی اینا رو با شلایی که ما می‌خریم مقایسه کنه. شلای با پلاستیکه که بلندش می‌کنه قرط جر می‌خوره. حالا اینا اومدن کارتونای مخصوص درست کردن که هرچی بکشی هم پاره نشه. بعد میگن چرا پیشرفت نمی‌کنیم؟ خود And leave an embarrassment. Just be smart and do exactly like this pretty lady who's easily carrying them around. میگه این خانم خوش. ببین چقدر خفنه. این یه دونه جعبه هم توی پلاستیک رپ شده، یعنی جمع‌بندی شده، هم با این دستا داره میگیره میبره. آقا خرید قشنگ. اینم بود از مستند ساخت نوشابه کوکاکولا که مطمئنم همه ما سر سفرهمون هر چند وقت یه بار هست. به نظر شما اون فرمول سری کوکاکولا چیه که همه میگن توی گاف صندوق داره ازش محافظت میشه و خیلی خفنه؟ یعنی واقعا این شایعه‌ای که هست که میگن یه مواد مخدری که هیچ کس ازش خبر نداره واقعیته یا نه دروغه؟ اگه شما باشید بین نوشابه‌های مشکی کوکاکولا و پپسی کدومو انتخاب می‌کنید؟ من اگه باشم کوکاکولا رو انتخاب می‌کنم. حالا چرا کوکاکولا؟ چون وقتی پپسی رو می‌خوری مزه آدامس خرسی شیرین شده رو میده، نمیدونم چرا. ولی خب از حقم نگذریم، دوغم نوشیدنی خفنیه و جاش میتونه اینجا باشه. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدی همین الان این ویدیو رو لایک کن و کانال منم سابسکرایب کن. راستی مثل همیشه زنگوله نوتیفم بزن تا هر موقع ویدیو جدید گذاشتم اولین نفر خبر داشی و بیه ببینیش اگه دوست داشتی. دمتون گرم تا اینجای ویدیو رو دیدید. تا ویدیوهای بعدی پیس.